بتونن توپ رو دفاع کنن تا امتیاز دهم برای کاله شکل بگیره. 10-7 برتری با کاله مازندران در ست نخست. میلاد عبادی پور سرویس رو میزنه، دریافت مناسب از برونیاگ. حسین حسن پور، دفاع خوب از بازیکنان کاله، باز هم توپ به منطقه دو میبرن. دفاع روی تور باعث میشه که بازیکنان آلومینیوم یک بار دیگه امتیاز دیگری رو برای تیمشون به دست بیارن. بدین شکل بود که دو دفعه روی تور قرار گرفتن و اجازه کار کردن به بازیکنان کاله رو ندادن. توپ حسین حسنپور از خط عبور کرده تا امتیاز 11 برای کاله شکل بگیره. بازیکنان آلومینیوم در زدن سرویس باید بیشتر از این دقت داشته باشن. عادل غلامی سرویس رو میزنه، دریافت مناسب از شاینی، باز هم دفاع میشه از بازیکنان کاله. صفایی توپو سالفزون بر میگردن، باز هم بازیکنان کاله از منطقه 4 و دفاع صفایی باعث میشه که امتیاز دیگری رو به دست بیاره برای آلومینیوم. در مقابل چه بازیکنی هم دفاع میکنه؟ حمزه زرینی، بازیکن ملی پوش تیم والیبال کشورمون در تیم کاله، انصافا میتونه تجربه خوبی رو داشته باشه در مسابقات لیگ برتر و کمک خاصی کنه به تیم کاله مازندران در مسابقات حساس. بازم زرینی، بازیکنان کاله و دفاع دیگر از مسعود رمضانی و دانشور روی تور، امتیاز دهم برای آلومینیوم به دست میاد. 11-10 برتری با کاله مازندران تو این صحنه بود که باز هم بازیکنان آلومینیوم دفاعی رو انجام میدن تا امتیاز دهم به دست بیاد. دریافت از زرینی در منطقه 4، بازیکنان کاله توپو بر میگردونن. شاینی در منطقه 4 و دانشور کار رو به تساوی میکشونه. 11-11 در امتیازات. بهروز عطایی تایم استراحت میگیره تا با بازیکنان خودش رو با بازیکنان خودش در واقع صحبت کنه. چند امتیاز متوالی رو از دست دادن بازیکنان کاله مازندران و با همین امر هم باعث شد که تیم آلومینیوم کار رو به تساوی بکشونه. 11-11 همونطور که در اسکوربورد سالن فجر هم مشاهده میکنید دو تیم برابر هستن. خب امروز استاندار هرمزگان هم در واقع اومده به سالن فجر بندرعباس جناب آقای جادوری و از نزدیک این بازی حساس و مهم رو تماشا میکنه، به اتفاق همکارانشون در استانداری استان و همچنین مدیر کل ورزش و جوانان استانمون جناب آقای دانشور هم از نزدیک این مسابقه رو میبینه. بازیکنان کاله یک آفتار خوب میزن اما در برگشت دریافت مناسب از بازیکنان آلومینیوم باعث میشه که امتیاز 12 به دست بیارن. دانشور بازیکن گنبدی تیم آلومینیوم باعث میشه که امتیاز 12 و برتری برای تیمش کسب کنه. رضا صفایی سرویس میزنه، دریافت از زرینی، باز هم بازیکن کاله. شاینی توپو بر میگردنه، دانشور توپو به جای میفرسته که میلاد عبادی پور حضورن. ظریف زرینی بود، اصفایی میکنم که امتیاز برابر برای تیمش به دست میاره. تلاش صفایی هم نتونست کاری رو در پیش داشته باشه. این صحنه بود که صفایی نتونست مانع از کسب امتیاز تیم کاله بشه. بازیکنان آلومینیوم، صفایی و اشتباه خودش رو جبران میکنه. دریافت بد از بازیکنان کاله مازندران روی تور و امتیاز 13 برای آلومینیوم به دست میاد. ممنون از همکاران که تمامی صحنه ها رو به تصویر میکشونن و شما بینندگان عزیز تمامی صحنه ها رو ببینید و اشتباه زرینی، امتیاز 14 برای
آلومینیا به دست میاد. بدین شکل بود که زرینی اشتباه کرد در زدن آبشار خودش و امتیاز دیگری برای آلومینیا به دست اومد. دریافت مناسب در زمین کاله، باز هم از منطقه چهار بازیکنان کاله کسب امتیاز 13 برای این تیم. در واقع در منطقه دو بود که تیپو فرستادن، بازیکنان کاله تونستن امتیاز 13 رو کسب کنن. حمزه زرینی بازیکن خوش اخلاق تیم کاله مازندران، زرینی سرویس رو میزنه. دریافت بعد از لیبروی تیم آلومینیوم، یاشار شاینی نتونست که این توپ رو در منطقه عقب زمین تیم آلومینیوم کنترل کنه و امتیاز برای کاله به دست اومد. باز هم زرینی رفته که سرویس برای تیمش بزنه، سرویس رو میزنه. این بار دریافت مناسب از بازیکنان آلومینیوم، ظریفه که توپا بر میگردونه. بازیکنان آلومینیوم به دنبال این هستن که اجازه ندن امتیاز برای کاله به دست بیا، اما اشتباه در نزد بازیکنان آلومینیوم باعث میشه که سرداور این دیدار مسعود یزدانپنا امتیاز دیگری رو در اختیار کاله قرار بده. 15-14 برتری با کاله مازندران در ست نخست. زرینی توپش روی خط میخوابه. 16-14 برتری با کاله مازندران و به تایم استراحت فنی دوم میرسیم. بازی که واقعا تا این لحظه جذاب بوده، اما در کنار من کارشناس محترم والیبال استانمون جناب آقای الهامی حضور داره تا از نظرات ایشان هم استفاده کنیم. آقای الهامی خسته نباشی بهتون میگم و همچنین سلام عرض میکنم. بازی امروز در واقع تا این لحظه چطور بوده؟ میشه گفت یک احتیاط رو در دستور کار خودشون داشتن، با توجه به اینکه در بازی گذشته هر دو تیم باخت آورده بودن. تیم آلومینیوم المهدی در متین برنامه یک امتیاز کسب کرد، اما کاله مازندران در شهر خودش به میزان مشهد 3-0 امتیاز واگذار کرده. هنوز چیز خاصی رو از دو تیم ندیدیم غیر از دو سه پوان اخیر که حمزه زرینی سرویسای 100% خودش رو تبدیل به امتیاز کرد و اختلاف امتیاز رو به عدد 2 رسوند. و من فکر میکنم هنوز اون دستوراتی که از سوی سرمربیان دو تیم ارائه شده برای بازیکن‌ها هنوز نتونستن دو تیم اجرا کنن. آیا مسئولیت محمد باقری هم تاثیر گذاشته در بازی بازیکن آلومینیوم؟ بله، با توجه به مسئولیتی که داشته امروز در جمع بازیکن‌های ما نیست، ولی الحمدلله آقای فرهاد سالافتون داره کار ایشون رو انجام میده. امیدواریم ان شاء الله این بازیکن خوش اخلاق و خوش آتیه والیبال ایران هم بتونه هر چه زودتر به ان شاء الله عرصه والیبال برگرده و شاهد حضور و درخشش این عزیز در والیبال استان هرمزگان باشیم. چرا که باقری یکی از بهترین بازیکن‌های ما بود و همیشه ما افتخار حضور این بازیکن رو در تیم آلومینیوم در 4 سال گذشته داشتیم. سپاسگزارم از شما آقای الهامی. برگردیم به بازی، انشالله در ادامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود. اما بازیکنان آلومینیوم از همین فرصت استفاده کردن و امتیاز دیگری رو برای خودشون به دست آوردن و اشتباه دیگر در نزد میلاد عبادی پور بازیکن تیم کاله باعث میشه که امتیاز برابر بازیکنان آلومینیوم به دست بیارن. 16-16 در ست نخست دو تیم برابر هستن. بازی که تا این لحظه پایاپای دنبال شده برای هر دو تیم. مسعود رمضانی بازیکن سرعتی آلومینیوم سرویس رو میزنه. دریافت مناسب از عبادی پور، یک جاخالی به موقع از جدیدی بازیکن سرعتی تیم کاله، امتیاز 17 برای این تیم به دست میاره. تو این صحنه بود که بدین شکل پشت سر سالافتون و حسین پور بازیکنی وجود نداشت که از این توپ دفاع کنن. صفایی به جایی میبره که برونیاک حضور داره، دفاع میشه در زمین کاله. بازیکنان آلومینیوم و صفایی از منطقه دو امتیاز برابر برای تیمش کسب میکنه. انصافا پاسایی که به صفایی رسیده تونسته به خوبی امتیاز به دست بیاره برای تیمش. بازیکنان آلومینیوم، سالافتون
ظریف به منطقه 4 میبره. دریافت مناسب از بازیکنان آلومینیوم، باز هم صفایی و این بار زرینی است که در منطقه عقب زمین توپو برمیگردونه. عادل غلامی همچنان بازی دنبال میشه. کسب امتیاز 18 برای تیم کاله مازندران. یک لحظه عادل غلامی احساس کرد که امتیاز در اختیار آلومینیوم قرار گرفت و یک لحظه هم ایستاد، بازی در واقع دنبال شد. سرداور این مسابقه اجازه داد که کار دنبال بشه و تو در زمین کاله نخوابیده بود. برونیاک دریافت مناسبی رو داره، باز هم برونیاک از منطقه 2 دریافت مناسب در زمین کاله. از منطقه 2 زمین کاله آبشارو میزنن بازیکنان آلومینیوم و اشتباه از برونیا. کسب امتیاز 19 برای تیم کاله مازندران و 2 امتیاز سبز پوشان کاله در مقابل زرد پوشان آلومینیوم پیش میفتن. تو این صحنه بود که دفاع خوب روی تور باعث میشه که امتیاز برای کاله به دست بیاد. بازیکنان آلومینیوم، باز هم حسین حسنپور و این بار عادل غلامی است که دفاع انجام میده تا کار تیم آلومینیوم بسیار سخت باشه. در این ست 3 امتیاز کاله پیش افتاده و تایم استراحت فنی در واقع ناصر شهنازی سرمربی تیم آلومینیوم دریافت میکنه تا با بازیکنان خودش صحبت کنه. بیشتر از این مراقب باشن. 3 دفاع پشت سر هم باعث شده که کاله به امتیاز 20 برسه و مسلماً کالم از این موقعیت ها به خوبی استفاده میکنه روی تور و میتونه امتیاز به راحتی از آلومینیوم بگیره. اشتباه در نزد بازیکنان کاله، صابر نریمان نژاد بود که توپش به تور برخورد کرد تا امتیاز 18 برای آلومینیوم به دست بیاد. برونیاک زمین بازی رو باید ترک کنه و آرش تقوی از این لحظه برای زردپوشان به زمین میاد، بازیکن قدرتی تیم آلومینیوم هرمزگان. تقوی در منطقه سرویس قرار میگیره برای تیم آلومینیوم هرمزگان. سرویس زده میشه، دریافت از بازیکنان کاله، باز هم دفاع مناسب از بازیکنان آلومینیوم. توپ رو یک بار دیگه دفاع میکنه دانشور، اما دفاع دانشور فایده ای نداره و توپ این بازیکن مستقیما به خارج از زمین میره. بدین شکل بود که دفاع رو انجام داد و نتونست که امتیاز برای تیمش کسب کنه. بازیکنان آلومینیوم، صفایی، دانشور، بازم توپ در اختیار بازیکنان آلومینیوم و امتیاز 22 روی یک دفاع مناسب روی تور از بازیکنان کاله. این امتیاز برای این تیم به دست میاد. بازیکنان آلومینیوم بدین شکل هرها توپایی که به منطقه 4 برای دانشور میفرستن به خوبی استفاده نکرده تا این لحظه. بازیکنان آلومینیوم، تقوی، بازم دانشور، یک لحظه و اشتباه در نزد بازیکنان کاله. امتیاز 19 برای آلومینیوم به دست میاد. 22-19 در ست ها و برتری با کاله مازندران. تو این صحنه بود که همکارانم بازم یک بار دیگه این صحنه رو به تصویر میکشونن و من باید تشکر کنم از تمامی همکاران محترمم در واحد سیار که تلاش میکنن تمامی صحنه‌های این بازی رو به صورت جذاب نشون شما بینندگان عزیز و ارجمند بدن. کسب امتیاز 20 برای آلومینیوم، 22-20. این صحنه بود که دفاع خوب بازیکنان آلومینیوم باعث شد که عادل غلامی نتونه دریافت مناسبی رو داشته باشه تا این امتیاز برای آلومینیوم شکل بگیره.
از همکاران خواهش می‌کنم یک بار دیگه تصویر هواداران بندر عباسی رو نشون بدن که واقعا ایستاده این بازی رو تماشا میکنن. 20-22 برتری با کاله مازندران. واقعا اون انتهای سالن فجر بعضی از دوستان عزیزمون ایستاده این بازی اساس رو تماشا میکنن. کسب امتیاز 21 اشتباه از حمزه زرینی، چه بازیکنی که توقع نداریم بدین شکل اشتباه کنه. به هر حال از بازیکنان بزرگ هم این اشتباهات باید کمتر پیش بیاد و حمزه زرینی در این سرویس اشتباه میکنه. دریافت است، اجازه داد که توپ مستقیما به بیرون بره. در واقع میلاد عبادی پور بود که اجازه میده توپ به بیرون بره تا امتیاز 23 برای کاله به دست بیاد. 23-21 برتری با کاله مازندران. دریافت مناسب از بازیکنان آلومینیوم. باز هم چاینی به منطقه 4 میبره. دانشور باز هم توپ این بازیکن دفاع میشه. چه اصراری دارن که همش به اون منطقه میفرستن جایی که دانشور قرار گرفته و چندین اشتباه دانشور داشته و چند امتیاز حساس برای آلومینیوم از دست داده. 24-21 برتری با کاله مازندران در ست نخست. بهترین فرصتی که همکاران تصویر تماشاگران هرمزگانی رو به تصویر بکشونن، تصویری که حالا شاید برای شما بینندگان هم جالب باشه. اولین بازیه که بدین شکل. بله، اینم تصویر هواداران بندر عباسی. ممنونم از همکاران پرتلاش هم در واحد سیار و سپاسگزارم از تصویربرداران عزیزی که این تصویر رو نشون میدن. برگردیم به بازی. توپ در اختیار بازیکنان آلومینیوم صفایی. توپ رو برمیگردن بازیکنان کاله مازندران. باز هم توپ به منطقه دوم میارن جایی که صفایی حضور داره. انصافا توپایی که همونطور هم که در صحبت هم گفتم به صفایی میفرستن به خوبی استفاده میکنه. تو این صحنه بود که صفایی امتیاز 22 برای آلومینیوم کسب میکنه. 22-24 برتری با کاله مازندران. صفایی دریافت از بازیکنان کاله، توپ رو به قرا میفرستن بازیکنان آلومینیوم و کسب امتیاز 23. آفرین به صفایی، کسب امتیاز 23 برای آلومینیوم هرمزگان. انصافا صفایی بازیکن پشت خط زن آلومینیوم سرویس های خوبی رو به دست آورده. رضا صفایی در بازی های گذشتم نشون داده که میتونه به تیم ملی والیبال کشورمون نوبت بشه. حالا با اومدن ناصر شهنازی هم حال نگاه بیشتری میشه به این بازیکن. دریافت مناسب از بازیکن آلومینیوم. سالفتون به صفایی پاس میده، اشتباه در روی تور، یعنی در واقع یک دفاع خوب از بازیکنان کاله. کسب امتیاز 25 برای این تیم. 25-23 در این ست برتری با کاله. ببینیم در ست های بعدی چه اتفاقاتی شکل خواهد گرفت. آلومینیوم این ست رو واگذار میکنه اما همچنان بازی ادامه داره و انصافا بازی جذابی رو از هر دو تیم شاهد بودیم، به خصوص از کاله مازندران که تونست برنده این ست باشه.
بازی آلومینیو و کاله، بازی که در ست اول با برتری 25 بر 23 به نفع کاله به پایان رسید و در این ست ببینیم چه اتفاقاتی برای آلومینیو شکل خواهد گرفت. ایوان برونیا که سربستانی در منطقه سرویس قرار گرفته برای آلومینیوم هرمزگان. بازیکنان آلومینیوم باید در زدن سرویس ها بیشتر از این دقت داشته باشن تا بتونن امتیازات خوبی رو در مقابل سبزپوشان کاله به دست بیارن. سردابر این دیدار مسعود یزدان‌پناه اجازه کار کردن به برونیاک میده. دریافت مناسب از ظریف و کسب امتیاز برای کاله. حالا جالب بود که فکر کنم توپ غلامی به بیرون از زمین رفت. حالا هم فکر کنم یک لحظه توپ غلامی همکاران بازم تصویر نشون بدن، تصویری که همکاران نشون دادن توپی فکر کنم توپ غلامی به خارج از زمین رفت. دریافت مناسب از بازیکنان آلومینیوم. صفایی و اشتباه در نزد بازیکنان آلومینیوم، کسب امتیاز دوم برای کاله مازندران. اون توپ غلامی فکر کنم به خارج از زمین رفت و داور حالا اشتباه کرد در امتیاز دهی و کسب امتیاز اول برای آلومینیوم. غلامی هم از زمین بیرون میاد. عادل غلامی در ست اول هم برای تیمش خوب بازی کرد. حسین حسن‌پور سرویس رو میزنه، سرویسش مستقیما به خارج از زمین میره. امتیاز سوم برای کاله مازندران. رضا قرا باید سرویس برای تیم کاله بزنه. بازیکن تیم ملی زیر 23 ساله کشورمون هست و یکی از اون بازیکنان آینده دار والیبال کشورمونه. 3-2 برتری در ست دوم با کاله مازندران. رضا صفایی دریافت از زرینی، یک دریافت بد انجام میده. از این موقعیت بازیکنان آلومینیوم به خوبی استفاده میکنن. امتیاز برابر برای آلومینیوم شکل میگیره. امتیازی که مسعود رمضانی به دست آورد، در واقع دفاع روی تور رو به خوبی انجام ندادن. صفایی دریافت مناسب در زمین تیم کاله، حمزه زرینی و کسب امتیاز چهارم برای کاله به دست میاد. تو این صحنه بود که پاس رو به منطقه 4 میفرستن. دو دفعه روی تور آلومینیوم هم نمیتونن کاری رو از پیش ببرن. 4-3 برتری با کاله مازندران. توپ زرینی به خارج از زمین میره. سرداور این دیدار مسعود یزدان‌پناه اعلام میکنه که امتیاز در اختیار آلومینیوم قرار میگیره. دانشفر سرویس رو میزنه. دریافت مناسب از ظریف، بازیکنان کاله و کسب امتیاز پنجم برای آلومینیوم و هرمزگان. 5-4 برتری با آلومینیوم. اینجا بود که رضا قرا بود که نتونست امتیاز برای تیمش کسب کنه. دانشفر سرویس زده میشه و توپ مستقیما در منطقه یک تیم کاله جای میگیره. حمزه زرینی در اون منطقه نتونست این توپ رو دریافت کنه و امتیاز ششم برای آلومینیوم به دست اومد. دانشور باز هم باید سرویس رو بزنه. سرویس زده میشه. ظریف دریافت مناسبی داره. تلاش بازیکنان آلومینیوم بیفایده است و کسب امتیاز پنجم برای سبزپوشان کاله به دست میاد. علیرضا جدیدی در منطقه سرویس قرار گرفته.
سرویس رو میزنه، دریافت مناسب از برونیاک و توپ حمزه زرینی به جایی میره که بهروز عطایی سرمربی این تیم حضور داره و بازیکنان کاله نمیتونن توپ رو برگردونن تا مانع از امتیاز آلومینیوم بشن. 7-5 برتری با آلومینیوم هرمزگان در ست دوم این بازی حساس و مهم هستیم. ظریف دریافت مناسبی رو داره، عادل غلامی اونجا کسی نیست که از این توپ دفاع کنه. 7-6 این صحنه بود که دو مدافع تیم آلومینیوم حسین حسنپور و برونیاک دیر بلند شدن. باز هم بازیکنان آلومینیوم همچنان موقعیت دارن و تیم کالب امتیاز 7 میرسه. 7-7 در ست دوم بازی دنبال میشه برای دو تیم. صابر نریمان نجات دریافت مناسب از بازیکنان آلومینیوم به منطقه 4 میبرن. رضا صفایی، اگه بازیکنان آلومینیوم تمام توپایی که دریافت میکنن به سمت در واقع رضا صفایی بفرستن، میتونه به خوبی امتیاز برای تیمش به دست بیاره. 8-7 برتری با آلومینیوم هرمزگان در ست دوم. استراحت فنیه وقت اول در این ست به دست میاد و دو تیم میرن در اختیار مربیان قرار میگیرن و در ادامه ببینیم چه برنامه باز هم در دستور کار دارن. فعلا متین ورامین با 19 امتیاز صدر نشین لیگ برتره، بارشستانس کاشان با 18 امتیاز دومه، میزان مشهد با 14 امتیاز در مکان سوم قرار گرفته، کاله مازندران با 12 امتیاز چهارم جدوله، پیکان تهران 12 امتیازی است پنجم، شهرداری تبریز با 12 امتیاز ششم، جواری گنبد با 12 امتیاز هفتم، شهرداری ارومیه با 12 امتیاز هشتم، نوین کشاورز با 11 امتیاز نهم، آلومینیوم المهدی بندرعباس هم با 9 امتیاز دهم، شهرداری زاهدان 8 امتیازی است 11 جدول و سایپای البرز تیمی که انصافا نایب قهرمانیای زیادی در لیگ برتر والیبال کشورمون داره با 5 امتیاز در مکان آخر جدول لیگ برتر والیبال کشورمون جای گرفته. امتیاز دیگری تو این صحنه برای کاله به دست میاد. 8-8 در ست دوم بازی برای دو تیم دنبال میشه. سرویس زده میشه، دریافت مناسب از بازیکنان آلومینیوم. صفایی اشتباه میکنه، یک لحظه اومد که از این موقعیت استفاده کنه. دو مدافع از کاله روی تور قرار گرفتن و صفایی نتونست امتیاز برای تیمش کسب کنه. ممنونم از همکاران بازم این صحنه رو نشون میدن. 9-8 برتری با کاله مازندران. دریافت مناسب از بازیکنان آلومینیوم به برونیاک پاس میدن. دفاع عادل غلامی روی تور، امتیاز دهم برای کاله به دست میاد. تایم استراحت میگیره. ناصر شهنازی سرمربی تیم آلومینیوم هرمزگان. امروز پیکان تهران در مقابل سایپای البرز قرار گرفته که این مسابقات به صورت همزمان در حال برگزاری است. شهرداری زاهدان با متین ورامین بازی میکنه، بارشستانس کاشان با نوین کشاورز دیدار خواهد کرد، آلومینیوم المهدی هم در مقابل کاله به میدان رفته، بازرگانی جواهری گنبد با شهرداری تبریز، میزان مشهد هم با شهرداری ارومیه در این هفته بازی میکنن. مسعود یزدان‌پناه اجازه میده که میلاد عبادی پور بازیکن قدرتی تیم کاله بازی رو آغاز کنه. دریافت مناسب از بازیکنان آلومینیوم، کسب امتیاز نهم برای این تیم توسط دانشور به دست میاد. 9-10 برتری در ست دوم با کاله مازندران. ایوان برونیاک سربستانی در منطقه سرویس، سرویس رو به خوبی میزنه اما دریافت ظریف هم
جالب بود. زرینی تونست که امتیاز دیگری برای کاله رقم بزنه. 11-9 برتری با کاله. تو این صحنه بود که بازیکنان کاله تونستن امتیاز به دست بیارن. عادل غلامی سرویس رو میزنه. ایوان برونیا سرافسون و حسین حسنپور به خوبی از این فرصت استفاده میکنه و امتیاز دهم برای تیمش کسب میکنه. 11-10 برتری با کاله مازندران. به محضی که نتایج سایر دیدارها به دستمون برسه خدمت شما بینندگان عرض خواهیم کرد. در منطقه عقب زمین قرار امتیاز دیگری رو برای تیمش کسب میکنه. 12-10 برتری با کاله مازندران. به خوبی نگاه کرد که کجای زمین آلومینیوم خالی است و به چه شکل میتونه امتیاز کسب کنه که در منطقه عقب زمین تیم آلومینیوم بازیکنی وجود نداشت. به همین شکل بازیکنان آلومینیوم تو این صحنه استفاده میکنن. 11-12 برتری با کاله مازندران. مسعود رمضانی بود که توپ را از دست مدافعان کاله عبور داد تا امتیاز 11 برای آلومینیوم شکل بگیره. رضا صفایی دریافت مناسب از بازیکنان کاله و کسب امتیاز 13 برای این تیم. صابر نریمان نژاد بود که این امتیاز برای تیمش به دست آورد. بازم حمزه زرینی رفته که سرویس برای تیمش بزنه. زرینی یک لحظه هم سور میخوره اونجا و سرویسشو به هر شکل میزنه. صفایی توپا عبور میده. ظریف به این سمت میاره. قرا و همچنان بازی ادامه داره. بازیکنان کاله دفاع میشه از بازیکنان آلومینیوم. نریمان نژاد و دفاع خوب است بازیکنان آلومینیوم. قرا بود که دو مدافع آلومینیوم روی تور قرار گرفتن و اجازه این ندادن که کاله امتیاز به دست بیاره. تو این صحنه بود که سه مدافع در واقع پا شدن و امتیاز 12 برای آلومینیوم به دست اومد. 13-12 برتری با کاله مازندران. حمزه زرینی هم با سرداور این دیدار صحبت میکنه. مسعود یزدانپناه که سرداور این دیدار به زرینی میگه که اجازه بده تصمیماتی که گرفته میشه لحاظ بشه برای دو تیم. حالا امتیازاتی که به دست میاد به هر حال قبول داشته باشن. بازیکنان آلومینیوم به دنبال این هستن. توپو به هر شکل صفایی عبور میده. ظریف بازیکنان کاله دریافت مناسب. باز هم بازیکنان آلومینیوم به دنبال این توپ هستن و خیلی جالبه بهروز عطایی هنوز توپ نخوابیده توپو میزنه. داورم امتیاز در اختیار کاله قرار میده. اینجا بود که دانشفر توپو برمیگردونه. عطایی خیلی جالبه. حالا عطایی اینجا باید اجازه میداد که توپ فرود بیاد و بعد از اون داور امتیاز در اختیار کاله قرار بده. هنوز توپ نخوابیده بود بهروز عطایی سرمربی کاله. توپو در اختیار میگیره، یعنی در واقع توپو با دست میزنه تا امتیاز 14 برای کاله شکل میگیره. ممنونم از همکاران. بازم این تصویر رو با هم میبینیم. اینجا بود که مسعود رمیزانی و برونیاک و یاشار شاینی به دنبال توپ میرفتن که توپو برگردونن. شاینی دریافت بدی رو انجام میده. بازیکنان کاله به این منطقه دو میارن. بازیکنان آلومینیوم هرمزگان به صفایی پاس میدن. زرینی توپ بر میگن. سه مدافع تیم آلومینیوم باعث میشن که امتیاز 13 برای این تیم به دست بیاد. 14-13 برتری با کاله مازندران. بهروز عطایی هم با بازیکنان خودش صحبت میکنه. تو این صحنه بود که
دفاع روی تور از بازیکنان آلومینیوم. امتیاز 13 برای این تیم شکل میگیره. مسعود رمضانی در منطقه سرویس قرار گرفته، سرویس رو میزنه، دریافت از بازیکنان کاله، غلامی به دیگر همتیمیش باس میده، توپی که به خارج از زمین میره، توپی که میلاد عبادی پور زد و به دست هیچ کدام از مدافعین آلومینیوم برخورد نداشت. در واقع ارتفاع توپش بسیار بالا بود و توپ مستقیما به خارج از زمین رفت. باز هم بازیکنان کاله، غلامی توپ رو برمیگردونه، نریمان نژاد، سالفسون از آلومینیوم هرمزگان، توپ به صفایی پاس میدن پشت خط سر آلومینیوم. انصافا صفایی میدونه با این توپا به چه شکل امتیاز به دست بیاره. باز هم صفایی از پشت خط بلند میشه و امتیاز برتری برای تیمش کسب میکنه. 15-14 برتری با آلومینیوم هرمزگان. بازیکنان کاله، حمزه زرینی، ضربش انصافا پرقدرت بود و اگه بازیکنم اونجا حضور داشت نمیتونست از این توپ دفاع کنه. بدین شه یک لحظه مسعود رمضانی هم تأثیر داشت روی توپ، اما به هر حال توپش زیاد قدرت داشت. صفایی، دفاع خوب از میلاد عبادی پور و امتیاز 16 برای کاله شکل میگیره. 16-15 برتری با کاله مازندران در ست دوم. بازی جذابی را از هر دو تیم در این ست شاهد بودیم. ممنون از همکاران، بازم این صحنه رو یک بار دیگه نشون میدن. بهروز عطایی نشسته با بازیکنان خودش، قرا، غلامی، ظریف، زرینی و سایر بازیکنان تیمش صحبت میکنه و از این بر شهنازی با تمامی بازیکنان خودش صحبت میکنه و دو تیم به زمین بازی مجدد بر میگردن. انصافا از همون ابتدا هواداران بندرعباسی تیم آلومینیوم المهدی رو یک صدا تشویق کردن. حالا از نکات قابل توجه هم میتونیم به تشویق کردن بازیکنان ملی که در تیم کاله هست اشاره کنیم که این هواداران خونگرم هرمزگانی انصافا هیچ بی احترامی به هیچ کدام از بازیکنان کاله نداشتن. آفرین برای بچه های آلومینیوم که امتیاز برابر رو به دست میارن. 16-16 در ست دوم. دانشور این امتیاز کسب میکنه، دفاعی وجود نداره در روی تور و به راحتی امتیاز رو کسب کرد. سالفسون، دریافت از ظریف، بازیکنان کاله، غلامی، بازم توپ در اختیار بازیکنان آلومینیومه، توپ عبور میدن، غلامی پاس میگیره، شاینی، ضربه غلامی هم نمیتونه امتیاز برای این تیم به دست بیاره. سالفسون، صفایی، زرینی در عقب زمین تیم کاله، بازم دفاع خوب از بازیکنان آلومینیوم، همچنان توپ در اختیار بازیکنان کاله است و توپی که به خارج از زمین. باید قبول داشته باشن بازیکنان کاله که انصافا این توپ خارج از زمین بود. ما که از این سمت، در واقع سمت مقابل این بازی رو گزارش میکنیم، به راحتی دیدیم که این توپ مستقیما به خارج از زمین رفت. 17-16 برتری با آلومینیوم هرمزگان. فرهاد سالفسون، بازیکنی که هم که در جام باشگاه جهان کاله رو همراهی کرد، کسب امتیاز 18 برای آلومینیوم. اشتباه در نزد بازیکنان کاله باعث شد که باز هم امتیاز رو از دست بدن. این صحنه بود که توپ رو به منطقه دوم فرستادن و توپ
میلاد عبادی‌پور مستقیما به خارج از زمین میره. 18 16 برتری با آلومینیوم هرمزگان. تایم استراحت میگیره بهروز عطایی سرمربی کاله. از این موقعیت هم شهنازی سرمربی آلومینیوم استفاده میکنه. آلومینیوم اگه بتونه کاله رو شکست بده، در واقع سه امتیاز کامل این مسابقه رو بگیره، چند پله صعود خواهد داشت در جدول رده بندی لیگ برتر والیبال. امتیاز تیم‌های دهم یازدهم جدول با تیم‌های پنجم چهارم بسیار نزدیکه. بازیکنان کاله دریافت مناسبی دارن. یک اشتباه است زرینی، دفاع خوب از صفایی باعث میشه که امتیاز 19 برای آلومینیوم شکل بگیره. 19 16 برتری با آلومینیوم هرمزگان. باز هم سپاسگزارم از همکاران عزیزم که یک بار دیگه این صحنه رو به نمایش میذارن. سرویس سالفسون مستقیما به خارج از زمین میره تا امتیاز در اختیار بازیکنان کاله قرار بگیره. میلاد عبادی‌پور در منطقه سرویس، سرویس رو میزنه. شاینی دریافت مناسبی داره. بازیکنان آلومینیوم و معین رحیمی است که امتیاز 20 برای زردپوشان کسب میکنه. 20 17 برتری با آلومینیوم هرمزگان. برونیاک زمین بازی رو ترک میکنه و آرش تقوی از این لحظه وارد زمین میشه. آرش تقوی سرویس رو تو این لحظه میزنه. دریافت از عبادی‌پور به منطقه چهار میبرن. حمزه زرینی بازم از این بازیکن دفاع میشه. یک پاس کوتاه و کسب امتیاز 18 برای تیم کاله به دست میاد. 20 18 برتری با آلومینیوم هرمزگان. اینجا بود که یک لحظه فکر کنم توپ تأثیر داشت روی پای، در واقع اثر داشت روی پای صفایی، برخورد کرده پاش و تو به خارج از زمین میره. سالفسون به صفایی پاس میده. بازیکنان کاله توپو بر میگردونن. قرا چند بازیکن دیگر از آلومینیوم دفاع میکنن. شاینی، سالفسون به دانشور پاس میده. در منطقه عقب زمین میلاد عبادی‌پور نتونست توپ رو دریافت کنه. 21-18 بازی جذابی رو از بازیکنان آلومینیوم شاهد بودیم و بازی خوبی رو در واقع میتونیم بگیم از هر دو تیم داریم میبینیم که چقدر با جذابیت هر پوان دنبال میشه. بازیکنان آلومینیوم سرویس رو میزنن. معین رحیمی قرا دریافت بد از فرهاد سالفسون، پاسور تیم آلومینیوم هرمزگان. 19-21 برتری با آلومینیوم هرمزگان. این بار رضا قرا میره که سرویس برای تیمش بزنه. ولی علی‌پور هم به زمین میاد و صابر نریمان نجات از زمین بازی بیرون میره. قرا سرویس زده میشه. بازیکنان آلومینیوم، دانشور کسب امتیاز 22 برای این تیم. پاس کوتاه در نزد بازیکنان آلومینیوم باعث میشه که امتیاز دیگر برای این تیم به دست بیاد. 22-19 برتری با آلومینیوم در ست دوم این مسابقه. مسابقه دنبال میشه. خدمت اون دست از بینندگان عزیزی که این لحظه این مسابقه رو میبینن عرض کنم که در ست اول کاله 25-23 آلومینیوم رو شکست داد و تا این لحظه برتری با آلومینیوم بوده. رضا قرا
امتیاز دیگری رو برای تیمش کسب میکنه. 20-22 همچنان برتری با آلومینیوم هرمزگان. ابوالفضل قلی‌پور هم برای کاله به زمین میاد، همین بازیکنی که در منطقه سرویس قرار میفته. یاشار شاهینی یک پاس بلند، صفایی دفاع روی تور از بازیکنان کاله، امتیاز برای این تیم شکل میگیره. میلاد عبادی‌پور و علیرضا جدیدی بودن که تونستن امتیاز 21 برای تیمشون کسب کنن. تایم سرعت فنی بهروز عطایی سرمربی در واقع ناصر شهنازیه که این تایم استراحت رو میگیره برای تیمش تا با بازیکنانش صحبت کنه. 22-21 برتری با آلومینیوم هرمزگان. دو تیم به زمین میان، باز هم تصویر هواداران حاضر در سالن فجر رو میبینیم که بدین شکل ایستاده، نشسته و به هر شکل این بازی رو تماشا میکنن. و تا این لحظه هم برتری در ست دوم با آلومینیوم هرمزگان بوده. یک دریافت بعد از بازیکنان آلومینیوم، بازیکنان کاله، آرش دقوی و باز هم بازیکنان کاله میتونن امتیاز بگیرن و امتیاز برابر برای این تیم به دست میاد. 22-22 در امتیازها دو تیم برابر هستن. دریافت مناسب از بازیکنان آلومینیوم. دانشور همچنان توپ در اختیار بازیکنان کاله قرار داره، توپ در زمین آلومینیوم و این بار توپ جای میگیره در زمین کاله. کسب امتیاز 23 برای آلومینیوم هرمزگان. 23-22 برتری با آلومینیوم. زرینی مجدد به جای خودش برمیگرده. برونیاک هم برای آلومینیوم وارد زمین میشه تا در خط دفاع برای تیمش کمک کنه. دانشور سرویس رو میزنه، دریافت از بازیکنان کاله، باز هم یک دفاع مناسب از بازیکنان آلومینیوم. مسعود رمیزانی و برونیاک بودن که توپ رضا قرار در منطقه دو دفاع میکنن بدین شکل و امتیاز 24 برای تیمشون کسب میکنن. 24-22 برتری با زرتوشان استان. تایم استراحت این بار بهروز عطایی سرمربی کاله دریافت میکنن. تماشاگران حاضر در سالن یک صدا تیمشون رو مورد حمایت قرار میدن و یک بار دیگه همکاران امتیازات رو روی تابلو نشون شما بینندگان عزیز و ارجمند میگن که تا این لحظه برتری با آلومینیوم بوده. سرویس زده میشه، ظریف توپ رو بر میگردن قرا و کسب امتیاز 23 برای کاله مازندران. 24-23 برتری با آلومینیوم هرمزگان. علیرضا جدیدی در منطقه سرویس، سرویس زده میشه، دانشور یک پاس بلند به صفایی داده میشه، نتونستن به خوبی از این توپ استفاده کنن، توپی که مستقیما به خارج از زمین میره. داور امتیاز در اختیار آلومینیوم قرار میده. 25-23
این بار آلومینیوم در ست دوم کاله رو شکست میده. بازیکنان کاله هم اعتراض میکنن. عادل غلامی کاپیتان این تیم به داور این مسابقه مسعود یزدانپناه اعتراض داره. یک ست کاله تیم آلومینیوم رو برد و یک ست هم آلومینیوم موفق شد کاله رو شکست بده. هر حال امتیازات مشابه هم بود، 25-23 در ست اول کاله موفق شد آلومینیوم رو شکست بده و 25-23 آلومینیوم در ست دوم کاله رو مغلوب کرد. در حال بازیکنان بزرگی تیم کاله مازندران داره که انصافا در این دو ست برای تیمشون خوب بازی کردن. عادل غلامی، فرهاد ظریف، حمزه زرینی، رضا قرا، بازیکن تیم ملی امید کشورمون، حتی سید علی سجادی هم استفاده نکرده، بازیکن تیم ملی امیدمون، به روز عطایی که این بازیکن هم خوب میتونه برای تیمش بازی کنه. در سمت دیگر آلومینیوم با حضور رضا صفایی و دانشور تونسته امتیازات خوبی رو کسب کنه. حالا در غیاب محمد باقری هم انصافا فرهاد سالفسون برای آلومینیوم خوب کار کرد در این دو ست. فرهاد سالفسون و جواد حسین آبادی دو بازیکن تیم آلومینیوم به همراه کاله در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان امسال شرکت کردن که به عنوان یار کمکی بودن. باز هم تصویری از هواداران حاضر در سالن فجر بندر عباس. گنجایش این سالن 2500 نفره که فکر کنم بیشتر از اون هم در سالن اومدن. میتونیم بگیم که بیش از 3000 نفر در سالن فجر حضور دارن و از نزدیک این بازی رو تماشا میکنن. دو تیم مجدد به زمین برمیگردن. خب برمیگردیم به ست سوم بازی آلومینیوم و کاله. در این ست اگه بازیکنان آلومینیوم موفق بشن باز هم کاله رو شکست بدن، یک امتیاز این مسابقه رو میتونن به دست بیارن. بازیکنان کاله آغاز کننده بازی هستن. میلاد عبادی پور سرویس رو میزنه، دریافت مناسب از بازیکنان آلومینیوم، اولین امتیاز در ست سوم به دست میارن. معین رحیمی بود که این امتیاز برای تیمش کسب میکنه. رحیمی که از تیم باریچستان کاشان به آلومینیوم هرمزگان در فصل جدید اضافه شد. بازیکنان کاله امتیاز مساوی رو به دست میارن. 1-1 در امتیازها، دو تیم برابر هستن. عادل غلامی سرویس رو میزنه، توپش مستقیما به خارج از زمین میره.
رضا صفایی برای آلومینیوم رفته که این سرویس رو بزنه، سرویس رو میزنه، دریافت مناسب از بازیکنان کاله، یک پاس بلند و باز هم اشتباه در نزد بازیکنان کاله، کسب امتیاز سوم در ست سوم برای آلومینیوم. رضا صفایی پشت خط زن آلومینیوم باز هم در منطقه سرویس قرار میگیره برای تیمش. صفایی هم دومین سال حضورش در بندر عباس رو تجربه میکنه. کسب امتیاز سوم، بسخواهی میکنم دوم برای تیم کاله مازندران توسط بازیکنان این تیم به دست میاد. قرار سرویس رو میزنه، در رفته مناسب از برونیاگ به منطقه چهار میبرن و این بار دانشوره که موفق امتیاز چهارم برای تیمش کسب کنه. دانشور سرویس رو میزنه، توپش مستقیما به خارج از زمین میره، امتیاز در اختیار کاله قرار میگیره. 4-3 برتری با آلومینیوم هرمزگان در ست سوم. حمزه زرگی بازیکن با تجربه یه تیم کاله سرویس رو میزنه. امسال کاله نسبت به سالهای گذشته یه خورده در واقع میتونیم بگیم که ضعیف‌تر شده. حالا علت این هم شاید سرمایه گذاری باشگاه کاله مازندران برای ساختن یک سالن مناسب در مازندرانه که انصافا خرج زیادی هم میبره تا اون سالن درست بشه، سالن 8000 نفری که در کاله برای در مازندران برای باشگاه کاله ساخته میشه و شاید هزینه اون سالن یه خورده زیاد باشه که مسئولان این تیم نتونن بازیکنان بزرگی رو امسال و سال بعد برای تیم خودشون جذب کنن. 5-4 برتری با آلومینیوم هرمزگان. بازیکنان کاله امتیاز پنجم رو به دست میارن. علیرضا جدیدی سرویس رو میزنه، دریافت مناسب از بازیکنان آلومینیوم، صفایی و موفق میشه که امتیاز ششم برای تیمش کسب کنه. تو این صحنه بود که صفایی امتیاز ششم برای تیمش به دست آورد. سال افسون بازیکنان کاله یک پاس بلند قرار و توپ رو اصخایی میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، اما بازیکنان آلومینیوم کار رو دنبال میکنن. موین رحیمیه که امتیاز هفتم برای تیمش کسب میکنه. برونیاک دریافت مناسب از بازیکن کاله، یک دفاع خوب از بازیکن آلومینیوم، بازی ادامه داره، باز هم قرار همچنان توپ در اختیار بازیکنان کاله قرار داره و امتیاز برای این تیم به دست میاد. 7-7 دو تیم در ست سوم برابر هستن. بازیکنان کاله مازندران دریافت مناسب از بازیکنان آلومینیوم، دانشور توپا بر میگردن بازیکن کاله، زرینی، باز هم بازیکنان آلومینیوم موفقن و یک دفاع خوب از عادل غلامی و
به تایم استراحت فنی اول میرسیم و دو تیم در اختیار مربیان قرار میگیرن. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. به بازی برمیگردیم، جایی که برتری با کاله مازندران در ست سوم هست، 8-7. این تیم در ست سوم آلومینیوم رو شکست داده. بازم توپ در اختیار بازیکنان کاله قرار داره، سرویس رو میزنن، دریافت بعد از بازیکنان کاله و کسب امتیاز برابر برای تیم آلومینیوم قرمزکان. 8-8، دو تیم در امتیازات برابر هستن و یه خورده کار دو تیم در این ست گره خورده. بازیکنان آلومینیوم قرمزکان سرویس رو میزنن، حمزه زرینی و کسب امتیاز نهم برای تیم کاله مازندران. تیم کاله یک ست رو برده، یک ست رو باخته. ست اول 25-23 آلومینیوم رو برد، در ست دوم 25-23 آلومینیوم کاله رو شکست داد و در ست سوم این بازی با برتری کاله دنبال میشه. 10-8 کاله موفق شده که آلومینیوم رو شکست بده. هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه کشور رو پشت سر میذاریم. بازی جذاب و دیدنی از هر دو تیم کاله و آلومینیوم در بندرعباس شاهد بودیم. بازم داور بازی رو متوقف میکنه، عادل غلامی اعتراض داره به نحوه قضاوت و باید بازیکنان کاله بازی رو دنبال کنن و غلامی میره که سرویس برای تیمش بزنه. سرداور این دیدار اجازه میده که کار دنبال بشه. مسعود یزدانپناه که باید کار رو دنبال کنه، اما وقفه پیش اومده در بازی آلومینیوم و کاله. ببینید بازیکنان کاله کی قراره بازی رو شروع کنن. عادل غلامی سرویس رو میزنه، دریافت مناسب در زمین آلومینیوم. دانشور توپ این بازیکن مستقیما به خارج از زمین میره تا امتیاز 11 برای کاله به دست بیاد. 11-8 برتری با کاله مازندران در ست سوم. تایم استراحت فنی بهروز عطایی سرمربی تیم کاله دریافت میکنه تا با بازیکنان خودش صحبت کنه و از این فرصت شهنازی سرمربی آلومینیوم توصیه های لازم رو به بازیکنان خودش گوش زد میکنه تا در ادامه بازی بهتری رو در مقابل مدافع عنوان قهرمانی سال گذشته انجام بدن. عادل غلامی در منطقه سرویس بازم قرار گرفته. غلامی سرویس رو میزنه، دریافت از
یاشار شاهینی و کسب امتیاز نهم توسط مسعود رمضانی بازیکن سرعتی تیم آلومینیوم به دست میاد. برتری در ست سوم همچنان با کاله مازندرانه. تو این صحنه بود که بازیکنان آلومینیوم تونستن امتیاز نهم برای تیمشون به دست بیارن. دریافت مناسب از بازیکنان کاله، دفاع میشه اما توپ بازیکنان کاله بسیار سرعت داشت و توپ به جایی رفت که هواداران بندر عباسی حضور داشتن. بدین شکل مسعود رمضانی و دانشور در مقابل بازیکنان کاله دفاع میکنن. قرار سرویس رو میزنه یاشار شاهینی، صفایی و توپ صفایی با آنتن برخورد کرد و امتیاز در اختیار کاله قرار میگیره. 13-9 برتری با کاله مازندران. رضا قرار سرویس رو میزنه. بازیکنان آلومینیوم، دانشور باز هم تو در اختیار کالیا قرار میگیره. آفرین بر بچه های آلومینیوم. تو این صحنه دانشور موفق میشه که دفاعی روی تور داشته باشه و امتیاز دهم برای تیمش به دست بیاره. اینجا بود که قرار پا شد ضربه رو زد اما دریافت بازیکنان آلومینیوم به خوبی انجام دادن و در این صحنه هم سرویس دانشور جای میگیره در زمین تیم کاله و امتیاز 11 برای کاله اسخای میکنن برای آلومینیوم به دست میاد. 11-13 برتری با کاله مازندران. بازم اشتباه در نزد بازیکنان کاله و کسب امتیاز 12 برای آلومینیوم هرمزگان. دانشور چند سرویس خوب برای تیمش به دست آورده. باز هم دانشور دریافت مناسب از بازیکنان کاله. یک پاس کوتاه، حمزه زرینی نمیتونه توپ رو عبور بده از مدافعان آلومینیوم. توپ همچنان روی هوا، صفایی توپ رو برمیگردونه. دانشور توپ رو به زمین کاله میفرسته. ظریف یک پاس بلند، حمزه زرینی و کسب امتیاز 14 برای تیم کاله مازندران. 14-12 برتری با کاله مازندران در ست سوم این دیدار حساس و مهم از رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر والیبال کشور هستیم. زرینی دریافت از برونیاک، باز هم پاس به برونیاک میدن و کسب امتیاز 13 برای آلومینیوم. 14-13 انصافا برای بچه های آلومینیوم 3-4 ست عقب بودن اما موفق شدن که اختلاف عدد 1 برسونن و 14-13 این بازی در ست سوم دنبال بشه. رمضانی دریافت بعد از بازیکنان کاله، همچنان توپ توی زمین کاله است. ظریف توپ رو بر میگردونه. بازیکنان آلومینیوم باز هم یک شیرجه مناسب از ظریف دریافت از بازیکنان آلومینیوم. تو به منطقه 4 میفرستن. برونیاک کسب امتیاز برابر برای آلومینیوم هرمزگان. 14-14 دو تیم برابر هستن. زرینی اونجا یه اشاره هم به برونیاک میکنه، حالا چی میگه مشخص نیست اما 14-14 این بازی دنبال میشه. یک دریافت بعد از بازیکنان کاله و این بار بازیکنان آلومینیوم موفق‌تر کار میکنن. باز هم یک پاس بلند به میلاد عبادی‌پور، کسب امتیاز 15 برای کاله مازندران. 15-14 برتری با کاله در ست سوم. علیرضا جدیدی در منطقه سرویس برای کاله مازندران. سرویس رو میزنه. دریافت مناسب از یاشار شاهینی. یک پاس بلند به برونیاک میدن. در منطقه 4 برونیاک به خوبی از این امتیاز، از این توپ
امتیاز در واقع به دست میاره. تو این صحنه بود که برونیا پا میشه، از روی دست دو مدافع کال توپ رو عبور میده و امتیاز برابر برای تیمش کسب میکنه. سالفسون یک پاس بلند و توپ میلاد بادیپور به خارج از زمین میره. 16-15 برتری با کاله. تایم استراحت فنی دوم، دو تیم در اختیار سرمربی قرار میگیرن تا صحبت های لازم برای ادامه این ست رو داشته باشن. بهروز عطایی یه خورده عصبی شده، حالا از دست بازیکنان خودش، سه بازیکن ملی پوش داره که در این بازی آنچنان خوب بازی نکردن انصافا. به زمین برمیگردیم. 16-15 برتری با آلومینیوم هرمزگان در ست سوم. بازیکنان کاله هم وارد زمین میشن. فرهاد سالفسون در منطقه سرویس برای آلومینیوم هرمزگان، سرویس رو باید بزنه، سرویس رو میزنه، ارتفاع توپش بسیار پایینه و کسب امتیاز برابر برای کاله مازندران. 16-16 در ست سوم. بازیکنان کاله سرویس رو میزنن، دریافت مناسب در زمین آلومینیوم، اشتباه در نزد دانشور و این توپ به خارج از زمین میره تا امتیاز برای کاله مازندران شکل بگیره. 17-16 برتری با کاله. یاشار شاینی سالفسون پاس به برونیاک میده، به خوبی در منطقه دو از این توپ استفاده میکنه. 17-17 بازی برای دو تیم دنبال میشه. برونیاک سرویس خودش به تور برخورد میکنه. 18-17 برتری با کاله در ست سوم این دیدار. بازی پایاپای از هر دو تیم در این ست شاهد بودیم. بعضی مواقع آلومینیوم پیش میفته کاله عقبه و بعضی وقتا کاله پیش میفته و آلومینیوم عقبه و کار را به تساوی میکشونه. رضا صفایی بازیکن پشت خط زن آلومینیوم که پاسایی که به این بازیکن فرستاده میشه بدین شکل میخوابونه توی زمین کاله و امتیاز برای تیمش به دست میاره. 18-18 رحیمی دریافت مناسب از بازیکنان کاله. غلامی دفاع مناسب از دانشور، امتیاز 19 برای آلومینیوم. ادریس دانشوره که در مقابل عادل غلامی دفاع میکنه، بازیکن ملی پوش کشورمون. موینه رحیمی سرویس رو میزنه. عبادی پور بازیکنان کاله و دفاع از بازیکنان آلومینیوم میشه. توپ به خارج از زمین میره تا امتیاز در اختیار سبز پوشان قرار بگیره. این صحنه بود که سه مدافع آلومینیوم روی تور قرار گرفتن و امتیاز برابر برای کاله به دست اومد. عادل غلامی، یاشار شاینی پاسور تیم آلومینیوم به جایی میفرسته که دانشور حضور داره. در برگشت بازم بازیکنان کاله، زرینی دفاع میشه، بازم توپ در اختیار بازیکنان آلومینیوم. دانشور چه اشتباهی میکنه، میتونست بهتر از این کار کنه. بعضی مواقع بد اجتماع میکنه دانشور و میتونه از این فرصت ها استفاده کنه که
این کار انجام نمیده. 20-19 برتری با کاله بازندران. بندر عباسی یک صدا تیم آلومینیوم رو تشویق میکنه تا در این ستم بتونن تیم پرمهره کاله رو شکست بدن. بهروز عطایی تیم خودش رو مجدد به زمین برمیگردونه. سرمربی که 6 سال سابقه در کاله داره، سرمربی تیم ملی نوجوان ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در آرژانتین بوده، هدایت تیم‌های دانشگاه آزاد و پرسپولیس در رقابت‌های باشگاهی هم بر عهده داشته. امتیاز برابر برای آلومینیوم هرمزگان، 20-20، دو تیم در ست سوم برابر هستند. این صحنه بود که دانشور به خوبی از این توپ استفاده کرد. یک پاس بلند زرینی و توپ زرینی به خارج از زمین میره. زرینی اعتراض هم داره، حالا بعد از اینکه ضربه رو میزنه اعتراض میکنه به این شد. این آبشاری بود که زرینی میزنه و مستقیما توپ به خارج از زمین میره. 21-20 برتری با آلومینیوم هرمزگان. بهروز عطایی تایم استراحت میگیره برای تیمش. بازی حساسی رو از هر دو تیم شاهد بودیم. دو تیم به زمین برمیگردن. رضا صفایی در منطقه سرویس برای تیم آلومینیوم رفته که این سرویس رو بزنه. سرویس رو میزنه، دریافت از بازیکنان کاله. یک پاس بلند زرینی، دانشور یاشار شاهینی است که دریافت مناسب میکنه. دانشور توپ از دست میده. چه عصبی میشه اونجا ناصر شهنازی سرمربی تیم والیبال آلومینیوم، دستیار خولیو ولاسکو مربی 48 ساله تیم والیبال آلومینیوم که میتونه حالا با حضورش در تیم آلومینیوم چند بازیکنی رو مد نظرش باشه در اردوی جدید تیم ملی کشورمون دعوت کنه. یاشار شاهینی سال افسون توپ برمیگردونه. یک موقعیت برای بازیکنان آلومینیوم به دست اومد، اما زرینی توپو جای میده در زمین آلومینیوم تا امتیاز 22 برای این تیم به دست بیاد. تو این صحنه بود که زرینی کسی نبود اونجا دفاع کنه و این امتیاز برای کاله شکل گرفت. بازیکنان آلومینیوم به منطقه 4 میبرن. دانشوره که امتیاز برابر برای تیمش کسب میکنه. 22-22، دو تیم در ست سوم برابر هستن. بازم چهره مسعود یزدانپناه سردابر این دیدار رو مشاهده میکنیم. دانشور دریافت از میلاد عبادی‌پور، زرینی و توپ زرینی به خارج از زمین میره، اما خط نگهدار اعلام میکنه توپش به خارج از زمین رفت. فکر کنم به دست یکی از بازیکنان آلومینیوم برخورد کرد. 23-22 برتری با کاله مازندران. زرینی باید زمین بازی رو ترک کنه و ابوالفضل قلی‌پور به زمین میاد و در منطقه سرویس قرار میگیره برای تیم کاله مازندران. Thank you.
سرویس رو میزنه. دریافت از یاشار شاهینی، به منطقه 4 میبرن. برونیاک امتیاز برابر برای آلومینیوم کسب میکنه. 23-23 بازی پای و پای از دو تیم کاله و آلومینیوم شاهد هستیم در هفته دهم لیگ برتر والیبال کشور. صابر نریمان نژاد هم اعتراض میکنه به یکی از بازیکنان آلومینیوم. به هر حال حمزه زرینی و ظریف نباید اجازه بدن که کشمکش بین بازیکنان پیش بیاد. یک کارت زرد برای دو بازیکن دو تیم نشون میده. دانشور و نریمان نژاد از سرداور این دیدار کارت زرد دریافت میکنن. 23-23 در منطقه سرویس مسعود رمضانی. رمضانی سرویس رو باید برای آلومینیوم بزنه اما بازی متوقف شده. باز هم سرمست داور این داور دوم در واقع با نماینده فدراسیون صحبت میکنه، اجازه میده که کار دنبال بشه. رمضانی توپ این بازیکن روی خط قرار میگیره. داور امتیاز در اختیار کاله قرار میگیره. حالا خیلی جالبه، داور امتیاز خودش رو اعلام میکنه. یه خورده بازی هم از دست داور رها شده. مسعود یزدان‌پناه سرداور این دیدار، توپی که به نظر میومد روی خط جایی گرفت اما امتیاز برای کاله داده میشه. 24-23 برتری با کاله مازندران. دریافت از برونیاک، بازیکنان آلومینیوم به منطقه 4 میبرن. باز هم توپو در اختیار دارن. باز هم برونیاک کسب امتیاز 24 برای آلومینیوم. انصافا برونیاک در منطقه 4 به خوبی از این توپا استفاده کرده و توپا رو در زمین کاله جای دادن. دو مدافع کاله هم نتونستن کاری رو از پیش ببرن. 24-24 برابر هستن دو تیم در ست سوم. ظریف توپ بر میگردن به قرار پاس میدن. کسب امتیاز 25 برای کاله. 25-24 برتری با کاله مازندران. اینجا دو مدافع آلومینیوم هم نتونستن کار رو از پیش ببرن. نریمان نژاد دریافت مناسب از بازیکن آلومینیوم به برونیاک پاس میده. برونیاک به خوبی جای خودش رو عوض میکنه. این بار از منطقه دوم امتیاز برای تیمش کسب میکنه. 25-25 دو تیم برابر هستن. آرش تقوی جای برونیاک به زمین میاد. بازی جذابی رو در این ست شاهد هستیم که تا این لحظه دو تیم پایا پای پیش میرن. سید آرش تقوی میره که سرویس برای تیمش بزنه. سرویس رو میزنه. دریافت مراتب از بازیکن کاله، یک پاس کوتاه و کسب امتیاز برای تیم کاله توسط میلاد عبادی پور به دست میاد. 26-25 برتری با کاله. ظریف با بازیکنان خودی صحبت میکنه. تو این صحنه بود که این امتیاز برای کاله به دست اومد. عبادی پور سرویس زده میشه. دریافت از بازیکنان آلومینیوم. فرهاد سالفسون، دانشور دفاع میشه. توپ رو برمیگره. باز هم بازیکنان آلومینیوم. یک پاس بلند، معین رحیم از این موقعیت به خوبی استفاده میکنه. 26-26 چه بازی زیبایی رو از هر دو تیم شاهد هستیم. هواداران
هرمزگانی یک صدا تیم رو تشویق می‌کنه. رحیمی سرویس رو میزنه، دریافت مناسب از بازیکن کاله، قرا دریافت بعد از معین رحیمی در منطقه عقب زمین و امتیاز 27 برای کاله شکل میگیره. ظریف به بیرون میاد، در واقع به خارج از زمین میاد تا عادل غلامی جای این بازیکن وارد زمین بشه. غلامی سرویس رو میزنه، دریافت از بازیکن آلومینیوم، موقعیت دارن، دانشور کسب امتیاز 27. حالا مشخص نیست که کی قراره در ست سوم این بازی به پایان برسه. آیا آلومینیوم میتونه کاله رو شکست بده یا بالعکس کاله آلومینیوم رو شکست خواهد داد؟ 27-27 دو تیم برابر هستن در این ست. بازی دیدنی رو از هر دو تیم شاهد بودیم. کاله سه ملی پوش داره، آلومینیوم بدون ملی پوش، در واقع بازیکنان خوب و با تجربه ای داره. دریافت مناسب از بازیکنان کاله، حمزه زرینی دفاع میشه، توپا بر میگردنن، صفایی به منطقه 4 میبرن، دانشور دست امتیاز 28 برای آلومینیوم. اگه ظریف اونجا دستش به توپ نمیخورد، توپ دانشور به خارج از زمین میرفت و امتیاز در اختیار کاله قرار میگرفت. این صحنه بود که ظریف فکر کنم یک لحظه تأثیر گذاشت روی توپ و امتیاز 28 برای آلومینیوم به دست اومد. تایم استراحت بهروز عطایی سرمربی کاله میگه تحت فشار هستن بازیکنان کاله در مقابل این همه هوادار هرمزگانی که به سالن فجر اومدن. ممنونم از همکاران محترمم که تصویر هواداران تیم آلومینیوم رو یک بار دیگه نشون میدن که از نزدیک این مسابقه رو دنبال میکنن. 28-27 در ست سوم بازی آلومینیوم و کاله در هفته دهم لیگ برتر والیبال کشور. صفایی سرویس رو میزنه، دریافت از بازیکن کاله، به قرا پاس میدن، توپ همچنان دنبال میشه اما قبل از اون داور اعلام میکنه که توپ بازیکنان کاله جایی گرفته در زمین آلومینیوم و امتیاز 28 برای کاله به دست میاد. 28-28 دو تیم برابر هستن. قرار دریافت مناسب از یاشار شاهینی، به منطقه 4 میبرن، باز هم بازیکنان آلومینیوم، تقوی به دانشور پاس میدن، باز هم کسب امتیاز برای آلومینیوم. 29-28 برتری با آلومینیوم هرمزگان. چه بازی زیبا، حساس و تماشایی از دو تیم شاهد هستیم. برونیاک باید به زمین بیاد و اجازه این کار ناصر شهنازی نمیده. بازیکنان کاله قرار توپو بر میگردونه، توپ رضا صفایی به سقف سالن فجر بندر عباس برخورد میکنه و امتیاز در اختیار کاله قرار میگیره. 29-29 دو تیم در ست سوم برابر هستن. حمزه زرینی در منطقه سرویس برای کاله مازندران. انصافا از زمانی که ناصر شهنازی اومده تیم آلومینیوم تغییر کرده. سال افسون یک پاس به برونیاک و امتیاز سیوم برای آلومینیوم به دست میاد. حالا خیلی جالبه که این مسابقه قرار کی تموم بشه. 30-29 برتری با آلومینیوم هرمزگان در ست سوم. مسعود رمضانی در منطقه سرویس برای آلومینیوم، سرویس رو میزنه، دریافت از بازیکنان کاله، دریافت بدی رو انجام میدن، بازم بازیکنان کاله و تمام. 31-29 آلومینیوم موفق میشه کاله رو در ست سوم شکست بده. انصافا بازی جذابی رو در این ست
از هر دو تیم شاهد بودیم. اشتباه در نزد بازیکنان کاله باعث شد که در این دو سه ست امتیاز رو از دست بدن و چه حرکت جالبی هم از هواداران بندر عباسی می‌بینیم. قرار باید هم اینطور خوشحال باشن، انصافا تیمشون در مقابل یکی از تیم‌های قدرتمند لیگ برتر والیبال بازی می‌کنن. نباید فراموش کنیم که کاله سه ملی پوش به نام‌های فرهاد ظریف، عادل غلامی و حمزه زرینی داره و خدمتتون عرض کنم که کاله سال گذشته هم در مقابل آلومینیوم کار دشواری رو داشت. 3-0 در همین سالن فجر نتیجه رو واگذار کرد و اونجا آلومینیوم 3-2 در مقابل کاله مغلوب شد. نتایج فصل گذشته بود که خدمت شما بینندگان گفتم. تو این فرصت بازیکنان میرن به سمت مربیان خودشون تا ببینید ست چهارم چه اتفاقاتی شکل خواهد گرفت. برتری 2-1 برای تیم آلومینیوم در مقابل کاله مازندران. آیا آلومینیوم میتونه 3-1 کاله رو شکست بده یا اتفاقات دیگری در این بازی شکل میگیره؟ نظر میرسه که بازی پایاپای از هر دو تیم در ادامه خواهیم دید. مسلماً کاله نمیخواد به این راحتی نتیجه رو در بندر عباس در مقابل آلومینیوم واگذار کنه. کاران عزیزم که باز هم تصویر هواداران بندر عباسی رو به نمایش میذارن که شما هموطنان عزیزم و مردم خوب استان مازندران ببینید که همون به همون شکلی که در مازندران میان کاله رو تشویق میکنن، در بندر عباس هم به همین شکلی که هواداران بندر عباسی میان آلومینیوم رو تشویق میکنن تا در ادامه رقابت لیگ برتر این تیم نتایج خوبی رو بگیره. به هر حال کاله تیمیه که هوادار زیادی در استان مازندران داره و خیلی راحت بگیم که مازندران یکی از قطبای والیبال کشورمون هست و در بندر عباس هم 4 سالی هست که با اومدن آلومینیوم در لیگ برتر والیبال هواداران استان هرمزگان از والیبال آلومینیوم حمایت میکنن و درست نتایج خوبی رو نگرفته، رتبه‌های خوبی رو در جدول سالهای گذشته نداشته، اما به هر حال حضور این تیم در لیگ برتر میتونه برای این هواداران از اهمیت خاصی برخوردار باشه. به هر حال بازیکنان بزرگی میان به بندر عباس بازی میکنن و هواداران استان هرمزگان به عشق ملی پوشان کشورمون میان به سالن تشویق میکنن. همونطور که امروز مشاهده میکنید ما 3 ملی پوش در تیم کاله داریم که انصافا هواداران این 3 ملی پوش رو مورد حمایت قرار دادن تا این لحظه و امیدواریم که تا پایان هم به همین شکل باشه. اما برگردیم به ست چهارم این بازی، جایی که بازیکنان آلومینیوم باید سرویس توسط برونیاک بزنن و برونیاک در منطقه سرویس برای تیم آلومینیوم قرار گرفته. سرویس رو میزنه، ظریف دریافت مناسبی داره، غلامی کسب امتیاز اول در ست چهارم برای کاله به دست میاد. عادل غلامی سرویس رو میزنه، دریافت مناسب از بازیکنان آلومینیوم. سال افسون به دنبال توپ اما
امتیاز برای آن. توپ بازیکنان کاله به خارج از زمین میره، در واقع دفاع بازیکنان کاله نمیتونه تأثیری داشته باشه و امتیازی برای این تیم به دست بیاره. معین رحیمی از آلومینیوم هرمزگان، رحیمی سرویس میزنه اما ارتفاع توپش بسیار پایینه و امتیاز برای کاله شکل میگیره. 2-1 در ست سوم، اصخایی میکنم ست چهارم. بازی جذابی رو از هر دو تیم در سه ست گذشته شاهد بودیم. قرا دریافت مناسب از بازیکنان آلومینی، یک پاس کوتاه، مسعود رمضانی است که کار رو به تساوی میکشونه. آلومینیوم هفته گذشته در ورامین موفق شد یک امتیاز در مقابل صدرنشین لیگ برتر والیبال کشور یعنی متین ورامین به دست بیاره. اون بازی 3-2 شد و کاله در مقابل میزان نتیجه رو واگذار کرد. تلاش بازیکنان آلومینیوم همچنان ادامه داره. دریافت از جدیدی به منطقه 4 میبرن. زرینی هم نمیتونه امتیاز برای تیمش به دست بیاره. باز هم بازیکنان کاله، دفاع بازیکنان آلومینیوم به خارج از زمین میره. 3-2 برتری با تیم کاله. تو این صحنه بود که بازیکنان آلومینیوم دفاع کردن اما توپ مدافعان آلومینیوم به خارج از زمین میره. زرینی دریافت مناسب از برونیال، باز هم بازیکنان آلومینیوم به دانشور پاس میدن. کسب امتیاز سوم توسط بازیکنان آلومینیوم هرمزگان. این صحنه دانشور پا میشه، دو مدافع تیم کاله دفاع رو در دستور کار خودشون قرار میدن و امتیاز در اختیار آلومینیوم قرار میگیره. بازیکنان کاله دریافت مناسب در منطقه عقب زمین آلومینیوم، یک پاس بلند و امتیاز چهارم توسط برونیاک به دست میاد. بازیکن سربستانی که هر وقت برای آلومینیوم بازی کرده نمایش خوبی رو داشته. دانشور اومد که سرویس جهش موجی بزن اما ارتفاع توپش پایین بود. پنها دو تیم برابر هستن. جدیدی سرویس رو میزنه، دریافت مناسب از بازیکن آلومینیوم. برونیاک، ظریف، زرینیست که اصلاحی میکنم در منطقه عقب زمین توپو بر میگردن. حالا بازیکنان آلومینیوم میتونن امتیاز به دست بیارن. غلامی، نریمان نجات و عبادی پور اونجا یک لحظه قاطی میکنن و این امتیاز را از دست میدن. به این شکل بود که به راحتی امتیاز رو در اختیار آلومینیوم قرار دادم. 5-4 در ست چهارم بازی آلومینیوم و کاله در هفته دهم. ظریف توپا بر میگردن. قرا و کسب امتیاز برابر برای تیم کاله. رضا قرا و حمزه زرینی بیشترین امتیاز رو در این فصل برای تیم کاله رو به دست آوردن. باز هم بازیکنان کاله میاد که با داور بازی صحبت کنه. یک لحظه توپو نشونه داور میده، داور توپو تعویض میکنه و نریمان نجاده که بعد کار رو دنبال کنه. یک توپ دیگری رو قرار میدن در اختیار نریمان نجاد. نریمان نجاد بازی رو آغاز میکنه. دریافت مناسب از بازیکن آلومینیوم، یک امتیاز خوب از برونیاک و کسب امتیاز ششم برای این تیم به دست میاد. 6-5 برتری با آلومینیوم هرمزگان.
سالفسون پاسور تیم آلومینیوم سرویس رو میزنه، دریافت از ظریف و در خط حمله بازیکنان کاله موفق میشن که امتیاز برابر رو به دست بیارن. میلاد عبادی پور بود که اینجا تو این صحنه امتیاز برابر برای تیمش به دست آورد. عبادی پور سرویس رو میزنه، دریافت مناسب، یک پاس بلند و کار رو دانشور تمام میکنه. 7-6 برتری با آلومینیوم هرمزگان. بهروز عطایی مونده که دیگه چه برنامه‌ای داشته باشه که بتونه آلومینیوم رو شکست بده. مسلما میدونه کارش سخته. برونیاک توپش به تور برخورد میکنه. دو تیم در امتیازات 7-7 برابر هستن. عادل غلامی دیگر ملی پوش تیم کاله در منطقه سرویس، سرویس رو میزنه دانشور و حمزه زرینی اجازه میده که توپ دانشور به خارج از زمین بره تا کاله امتیاز 8 به دست بیاره و تایم استراحت فنی اول در ست چهارم برای تیم دو تیم در واقع به دست بیاد و تیم ها به سمت سرمربیان خودی برن. دو تیم به زمین برمیگردن. اینم تصویر کامل از سالن فجر بندرعباس که شما بینندگان عزیز و ارجمند میبینید و بازی باید دنبال بشه برای دو تیم. عادل غلامی در منطقه سرویس، سرویس رو میزنه، دریافت مناسب از بازیکن آلومینیوم، یک دریافت در واقع نیمه مناسب میتونیم بگیم که بازیکنان آلومینیوم داشتن و از برگشت بازیکنان کاله از این موقعیت استفاده کردن. عادل غلامی، دانشور، باز هم به دانشور پاس میدن و کسب امتیاز 8 برای زردپوشان. پاسی که به منطقه 4 فرستادن و دانشور به خوبی استفاده کرد. سرویس زده میشه، معین رحیمی دریافت خوب، یک پاس بلند، حمزه زرینی، کسب امتیاز 10 برای کاله مازندران، 10-8 برتری با کاله. یک اشاره هم میکنه به ناصر شهنازی، احال ناصر شهنازی دستیار خولیو ولاسکو در تیم ملی بوده و حمزه زرینی و عادل غلامی و فرهاد ظریف با این مربی کار کردن. بازیکنان آلومینیوم تلاش برای این که اشتباه نداشته باشن و با هم برخورد میکنن و امتیاز رو از دست میدن. 11-8 برتری با کاله. تو این صحنه بود که اشتباه در نزد بازیکنان آلومینیوم دیده میشه و امتیاز رو در اختیار کاله قرار میدن. قرا بازیکنان آلومینیوم یک لحظه اشتباه میکنه، مسعود رمضانی توپو برمیگردونه، برونیاک دفاع خوب و کسب امتیاز 9 برای آلومینیوم هرمزگان، 11-9 در ست چهارم. به هر حال در پاسایی که فرهاد سالفسون به بازیکنان خودش میده باید بیشتر از این دقت داشته باشه تا بتونن به خوبی از این موقعیت ها
امتیاز به دست بیارن. بازیکنان کاله کسب امتیاز دیگر برای این تیم توسط رضا قرا به دست میاد. انصافا قرا برای کاله در این بازی خوب بازی کرده، مثل بازی های گذشته. 12-9 برتری با کاله مازندران. داور دوم با سرداور این دیدار صحبت میکنه، اجازه میدن که کار مجدد دنبال بشه. تذکری هم میده به رضا قرا و با کارت زرد این بازی، با کارت قرمز اصلاح میکنم، جریمه میکنیم بازی کن. و یک امتیاز هم به آلومینیوم میدن. هر حال یه خورده کار کاله دشوار میشه. عادل غلامی کاپیتان کاله خیلی ناراحته. امتیاز 10 برای آلومینیوم میدن. هر حال اونجا قرار باید بیشتر از این مراقب باشه که حالا حاشیه برای تیمش پیش نیارد. این هفته هم تیم کاله خوب نتیجه نمیگیره، مسلمن کار این تیم هم سخت خواهد شد. از مدعیان قهرمانی یه خورده فاصله گرفته تیم کاله مازندران و امتیاز 10 برای آلومینیوم میدن. اشتباه از دانشور، کسب امتیاز 13 برای کاله مازندران. 13-10 برتری با کاله و سرویس باید بازیکنان کاله بزنن. دریافت مناسب از یاشارشان، یک پاس در منطقه 2، بازم توپ بازیکنان آلومینیوم بر میگردن. دانشفر به سالافسون پاس میدن به خوبی از این موقعیت استفاده میکنه. تقریبا با نبود محمد باقری کم کم این بازیکن تو این دو بازی که بازی کرده جا افتاده در تیم آلومینیوم هرمزگان. 11-13 همچنان برتری با کاله مازندران در ست چهارم. دریافت مناسب از بازیکنان کاله، توپو پاس میدن، بازم دفاع میشه از بازیکنان آلومینیوم، به منطقه 4 میارن. دفاع مناسب از بازیکنان آلومینیوم، توپو برگشت میدن، باز هم بازیکنان کاله به دنبال توپ هستن و داور قبل از اون امتیاز رو در اختیار بازیکنان کاله قرار میده. بدین شکل بود که با میشه دریافت مناسب از بازیکن آلومینیوم، توپ برگشت میدن و در بار دوم کاله موفق میشه امتیاز به دست بیاره. صفایی کسب امتیاز 12 برای آلومینیوم. 14-12 بازی جذابی رو در این ست هم شاهد هستیم. فرهاد سالافسون توپ این بازیکن مستقیما به خارج از زمین میده. امتیاز 15 برای کاله به دست میاد. میلاد عبادی پور در منطقه سرویس رو میزنه. دریافت مناسب از بازیکن آلومینیوم، یک پاس کوتاه و کسب امتیاز 13 برای زردپوشان توسط معین رحیمی به دست میاد. تو این صحنه هم مشاهده کردید که به چه شکل امتیاز رو بازیکنان آلومینیوم دریافت کردن. قرا اشتباه از بازیکنان کاله، دفاع مناسب از بازیکنان آلومینیوم اختلاف رو به عدد 1 میرسونه. 15-14 برتری با کاله. تو این صحنه بود که دانشور دفاع کرد و امتیاز برای آلومینیوم به دست اومد. برونیاگ سرویس رو میزنه. نریمان نجات قرا و کسب امتیاز 16
برای کال و تایم استراحت فنی دوم برای دو تیم و بازیکنان مجدد میرن به سمت مربیان خودی تا توضیحات لازم رو در ادامه برای بازیکنان داشته باشن. بازیکنان کاله خودشون رو گرم میکنن در سمت چپ و تمامی بازیکنان آلومینیوم هم صحبت‌های شهنازی سرمربی این تیم رو گوش میدن. دو تیم به زمین برمیگرد، بازی باید ادامه داشته باشه. عادل غلامی در منطقه سرویس، سرویس رو میزنه، دریافت از برونیاک سربستانی، یک پاس به منطقه چهار و دانشور به خوبی از این توپ استفاده میکنه و امتیاز 15 برای آلومینیوم به دست میاره. دو مدافع تیم کاله هم کاری رو از پیش نداشتن و امتیاز 15 برای آلومینیوم به دست میاد. بازیکنان کاله دریافت مناسب، زرینی دفاع میشه، دریافت خوب در سمت راست، همچنان توپ در گردش، توپ به زمین آلومینیوم میاد. دانشور دفاع از بازیکنان کاله، بازم به قرا پاس میدن، صفایی توپو بر میگردنه، بازیکنان آلومینیوم همچنان توپو در اختیار دارن و امتیاز در اختیار کاله قرار میده. 17-15 برتری با کاله مازندران در ست چهارم. در چند رفت و برگشت بالاخره داور تعیین میکنه که بازیکنان آلومینیوم خطایی رو انجام دادن و امتیاز 17 به کاله داده میشه. دریافت مناسب از بازیکنان کاله، از منطقه 4 دانشور توپو میزنه، زرینی از منطقه 4 زمین خودشه، دفاع مناسب از بازیکنان آلومینیوم، 17-16 برتری با کاله. باز هم این بازی مثل ست قبلی پایا پای دنبال میشه. آلومینیوم اگه موفق بشه در این ست هم پیروز باشه، بازی به اتمام میرسه و آلومینیوم 3 امتیاز کامل این مسابقه رو میتونه بگیره. به هر حال کاله هم نمیشه دست کم گرفت و بازیکنان خوبی رو داره. بازیکنان کاله قرا، توپ واقعا سرعتی رو میزنه اونجا و کسب امتیاز 18 برای کاله، 18-16. تو این صحنه دیدی که به چه شکل امتیاز به دست آورد. حمزه زرینی، برونیاک اشتباهی میکنه، نتونست دریافت مناسبی رو داشته باشه و امتیاز 19 برای کاله شکل میگیره. اختلاف به عدد 3 میرسه برای بازیکنان آلومینیوم. تایم استراحت فنی ناصر شهنازی درخواست میده.
دو تیم به زمین برمیگردن. حمزه زرینی در منطقه سرویس، سرویس رو میزنه، توپ این بازیکن مستقیما به خارج از زمین میره. 17-19 برتری با کاله. دانشفر دریافت مناسب در زمین کاله، کسب امتیاز دیگر برای این تیم توسط میلاد عبادی پور به دست میاد. 20-17 بازیکنان آلومینیوم نتونستن از این توپ دفاع کنن. علیرضا جدیدی برای کاله در منطقه سرویس، سرویس رو میزنه. یاشار شاینی، مسعود رمیزانی، برون یاگ و توپ این بازیکن از بس قدرتیه که مدافعان تیم کاله مستقیما به خارج از زمین میزنه تا امتیاز 18 برای آلومینیوم به دست بیاد. 20-18 برتری با آلومینیوم هرمزگان. اشتباه از مسعود رمیزانی. 21-18 نریما نژاد دریافت مناسب از دانشور، یک پاس کوتاه، باز هم بازیکنان کاله توپ عبور میدن. سالفسون، معین رحیمی توپ به راحتی از زمین خودشون رد میکنن. حمزه زرینی، باز هم موقعیت برای بازیکنان آلومینیوم و از این فرصت نمیتونن استفاده کنن. 22-18 اختلاف عدد 4 میرسه، کار آلومینیوم دشوار میشه. بازم شهنازیه که تایم استراحت میگیره. سرمربی تیم آلومینیوم هرمزگان بهروز عطایی هم با قرا، ظریف، زرینی، غلامی، عبادی پور و نریمان نژاد صحبت میکنه که بتونن این سه تا با پیروزی خودشون به پایان برسونن تا یک امتیاز این مسابقه رو به دست بیارن. 22-18 در ست چهارم بازی آلومینیوم و